در هفتال و پنج سالگی تأسیس جمهوری خلق چین کمپین نجات اویغورها با صدور فراخانی جهانی بر ضرورت اقدام فوری علیه سرکوبها و جنایات علیه مردم اویغور و سایر اقوام ترک زبان تأکید کرده است این روز برای میلیونها ها اویغور یادآور آغاز یک تراژدی تاریخی است و به جای جشن صحنه ای از رنج و اشغال را به تصویر می کشد. فعالان حقوق بشر خواستار همبستگی جهانی برای مقابله با این ظلم و دفاع از حقوق ها هستند توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم به مناسبات 75 سالگی تاسیس جمهوری خلق چین کمپین نجات اویغورها در واشنگتن فراخانی برای تجدید تلاش های جهانی به منظور مقابله با سرکوب های مستمر علیه اویغورها و سایر اقوام ترک زبان منتشر کرده است. این تاریخ برای میلیون ها اویغور یادآور تراژدی و اشغال سرزمینشان است. نجاش نشادی در 12 اکتبر 1949 چند روز پس از تأسیس جمهوری خلق چین ارتش آزادی بخش خلق چین به ترکستان شرقی حمله کرد و منجر به سقوط جمهوری ترکستان شرقی شد در ادامه در یکام اکتبر 1955 دولت چین به اجبار منطقه‌ای به نام منطقه خودمختار اویغور سینکیانگ را تأسیس کرد امام عبدالمالک مجاهد رئیس سازمان عدالت برای همه با اشاره به این مناسبت گفت روز ملی چین با رنج هایی که مردم اویغور متحمل شدند تضاد عمیقی دارد ما باید به یاد آوریم که این روز آغاز دهه ها اشغال سرکوب و وعده های شکسته بوده است ارسلان هیدایت مسئول کمپین نجات اویغورها نیز بر لزوم همبستگی جهانی تاکید کرد و افزود 75 سال اشغال باعث رنج های غیر قابل تصوری شده است و باید صدای اویغورها را بشنویم و در برابر این جنایت سکوت نکنیم کمپین نجات اویغورها از جامعه جهانی میخواهد تا با محکوم کردن اشغال ترکستان شرقی و حمایت از حق مقاومت اویغورها به این جنایت ها پایان دهد و عدالت را برقرار کند این کمپین تاکید دارد که این زمان زمان اقدام قاطعانه جهانی است با اویغورها بیستید و در برابر ستم چین مقاومت کنید